پس از ماه ها گفتگو و چانه زنی ها سرانجام ناوقت پنجشنبه دولت افغانستان ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت را برای گفتگو با طالبان اعلام کرد زلمه خلیلزاد فرستادی امریکا برای صلح افغانستان این هیئت را بیانگر نمای واقعی افغان ها و همه شمول خوانده است آقای خلیلزاد گفته که چنین اجماع طرف ها را به گونه قابل ملاحظه به مذاکرات بین الافغانی نزدیک می سازد ما امیدوار هستم که لسته که آل از طرف وزارت صلح اعلان شد می نهایی باشه و هر چیز زودتر اینا بین خود اول تمام پروگرام خود جور کنن یک هفته دقل دا کار دارن که اینا یکی دیگه خود بشناسن بعد از او باز برن به مذاکرات که در اونجا چند گپه نباشن که باز بسیار خجالت آور است حیات دولت افغانستان دارای 21 عضو متشکل از اعضای دولت نمایندگان احزاب سیاسی جهادی و فعالان جامعه مدنی و زنان است این حیات را که معصوم استانگزای رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان رهبری می کند. قرار است که به نمایندگی از حکومت با طالبان مذاکرات صلح را آغاز کنند اما اینجا در کابل شماری از جوانان معترضند که در فهرست حیات دولت جایگاه جوانان ندیده گرفته شده است متاسفانه جوانایی که از بدین جامعه افغانستان واقعا درد دیده رنج دیده مشکلات متعمل شده و مبارزه کرده ما نمی بینم در لیست طالبان هرچند خالد نور پسر اطا محمد نور و باتور تور دوستم پسر عبدالرشید دوستم از چهره های جوان در این فهرست یاد می اما خیلی ها می گویند که آنان نمایندگان چهره ها و احزاب جهادی هستند سفارت امریکا در کابل نیز گفته که این حیات بار توقعات یک ملت را به دوش می کشد و امریکا آماده تسهیل مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است سید حسیب مدودی تلویزیون آشنا صدای امریکا کابل